بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ورسولك. سخنان جناب مولانا بدری را پیگیری می کنم و مطلب مختصری خدمت شما عرض خواهد شد. الله تعالی من و شما را مشرف کرده به آخری دینش که بهترین دین هست و جامع ترین دین و آسان ترین دین و دینی است که در همه زمینه ها و در تمام شؤونات بشر را رهنمایی میکنه به بهترین صورت و بهترین وجه. شما دارای هر مشکلی باشید، دارای هر گرایش و انگیزه خیری داشته باشید و به هر بنبست شما گیر بکنید، شما به کتاب خدا مراجعه بکنید و به سیرت و سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم شما برای خودتون راه نجات مییابید، راهنمایی مییابید، هدایت مییابید و در این کتاب الله تعالی برای شما هدایت موجود هست. انسان اسلام دینی است که اگر ما به آن توجه کنیم و به تمام شعبه های دین عمل بکنیم و به مجموعه دین توجه و عمل داشته باشیم، ما را دین اسلام به کمال میرساند و ما را به پرواز در می آورد و ما را انسان کامل میگرداند. و انسان هایی که امروز شما نام اونها را میگیرید و به اونها افتخار دارید و اونها انسان های تاریخی بودند در دنیا، این انسان های هستند که تاریخ پیدا کردند و به کمال رسیدند و بزرگ شدند. اونها به وسیله دین اسلام، تعلیم اسلام و آموزه های اسلام به این درجه رسیدند. دین اسلام انسان بزرگ میکنه و انسان نمونه میگرداند، الگو میگردانه و به وارستگی میرساند و به الله تعالی میرسانه و به انسان مسئولیت میده، به انسان رسالت میده، انسان را سبب نجات انسان ها میگرداند وقتی به این دین توجه کنه و به این دین عمل بکنه. افسوس است که امروز مسلمانان به این دین الهی و آخری دین و دین ماندگار توجه ندارند، در حالی که مسلمانان نه بلکه همه بشریت همه مشکل حل
بودند و شلوغ بود من داخل خانه رفتم ولی هنوز من از وجدانم من عذاب میده که گفته خانه های مرا همه زمستان خراب کردن و با بچه ها بیرون افتادیم علا این رفتن زمین منابع طبیعی را تصرف کردن چند سال توی زندگی کردن و خانه های اینها را حکم دادن و تخریب کردن و گفته اونها از لحاظ قانونی ملامت نیستن مالا قانون حکم داده دادگاه ولی من از این عزیزانی که کارا میکنن میفرسم از اینها که این درسته علی قانون زمین منابع ملی هست و مال همه ملتی ولی علی اینا هم جز ملتن اگر ملت هم نباشه انسانن شما خانه اینا را در این زمستان تخریب میکنید آیا این فکر میکنید که اینا کجا برن زندگی کنن و اگر جامعه همینه و یک مسئولی کارا بکنه بقیه هم همین کارا بکنن وقتی به در من میاین من میگه که به گور فدرش مثلا او یک دیگه هم همین حرفا بزنه و آیا این زاین همیشه با یک قانون ما اجرا کنیم ولی نه رضایت مسئولین هم در این نیست و نه رضایت فروردگاره که در این سردیه که بالاخره چندین درجه زیر صفر بره ما خانه یه را خراب بکنیم همین فکر بکنی که کجا میره باید ما فکر اینها را داشته باشیم عزیزان ما هم عزیزان قاضی قضات باید این فکر بکنه که حکم صادر میکنه منابع طبیعی که اجرا میکنه همین فکر بکنه او یک دیگه اداره که میخواد این کار بکنه فکر بکنه که اینا اگر انسان نباشند حیوان همین حیوان نباید ضایع بشه و اینها نباید برباد بشن توی زمستان میگه ما کجا دارید منا گرفتن که ما اینها علای زمستان بچه مونه کجا ببریم و مسلمی که ارجا بره هیچ کسی به خانهشون جا نمیده نه من جا میدم نه شما جا میدید که اخلاق اسلامی تقاضا میکنه که ما اینها را جا بدیم باید ولی مجریان قانون که قانون اجرا میکنند با این فکر بکنند فکر اینا را که ما خانه اینا خراب کردیم ببریم جای دیگه بگیم تو این خانه زندگی کنید این خانه شما ولی اینا را رها کنیم به حال هر بگی هر جای میرم برم یه درست نیست ما هم تعهداتی داریم از لحاظ اخلاقی و واقعا الان مشکلات موجوده و به هر حال شما باید فکر اینها را بکنیم نفتی برسونیم غذای برسونیم دیروز سمیناری در این قسمت بود واقعا انسانای هستن در این شرایط که هم در فکر ضعفان انسانای دیگران و این سمینار یه مؤسسه اینجا دیروز همایشی گرفته بود در رابطه با همین نیازمندان که به اینها رسیدگی بکنه و اینها در حاشیه تهران رسیدگی میکنن و این مؤسسه مال تهرانه همت کردن و حتی همین غذاهای اضافی عروسی ها را مراسم عروسی ها را و حتی غذاهای اضافی که در خانه ها فخته میشه اینها را جمع‌آوری میکنن بسته‌بندی میکنن و به مستمندان حاشیه تهران میرسونن حاشیه تهران تا حاشیه زایدان زمین تا آسمان تفاوت داره و ریخت و فاش خیلی زیاده اسراف توی خانه های ما زیاده نان اضافی برنج اضافی گوشت اضافی غذای اضافی لباس های اضافی داریم که از این زمستان تا او زمستان این هر ما گذاشتیم درد ما هم نمی خورم پتوی اضافیه لحاف اضافیه ظروف اضافیه همه را از خانه بیرون بکنید این مؤسسه هست مولانا بدریه و همکارانشان از طریق هم مؤسسه یا از خودتون بلد هستید باید ما ببریم این را به حاشیه شهر شما همین پتوهای کهنه لحاف کهنه آقا لباس های گرم کنه کهنه و لباس های اضافی کفش اضافی همین ها را ببرید همین کنه ها را ببرید به این تقسیم بکنید به در دین همی خورن نفت اضافی داری غذا کم بفزید در خانه به اندازه نیاز بفزید اسراف نکنیم تفضیل نکنیم همین اضافی ها را بدیم به همین فقرا و مساکین از هر عبادتی که در ذهن شما باشه این بالاتره و اجرش بیشتره و ثوابش بیشتره به هر حال در فکر ضعفا باشیم در فکر انسان های ناتوان و مشکل دار باشیم و از اینها بی فکر نخوابیم اللهم من و شما را
توفیق عنایت بکند. هفته گذشته برادر همکار بسیار گرامی من و عزیز من جناب حافظ محمد اسلام و عموی عزیز من حافظ اسماعیل در گذشتن توی هفته گذشته و یک انسان بسیار صالح حاجی عبیدالله فرهنگی بود و یاد می کردن که به درد همه می خورد، مریض ها را به علاج می برد و هر کسی گفتن توی منطقه شهر مشکلی داشته، یک نفر او بوده که تلاش کرده برای رفع مشکلاش. و الله دعا کنی الله درجاتشون بلند بفرمایا و در جوار بهترین رحمتای خود جای عنایت کنند. و بعض مندگان خصوصا حافظ صاحب را، مولانا عبدالاحد و فرزندان مرحوم حاج غلام محمد رحمه الله تعالی که مدتای زندگی کردند و ما پشت سرشون نماز خواندیم، به جوار بهترین رحمتا جای عنایت کنند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.